محمود رضاییان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا و شهردار حرم آیت الله خمینی امروز در واکنش به خبر دفن اجساد کشته شدگان به صورت پنهانی در بهشت زهرا اعلام کرد که هیچ جسدی به صورت غیرقانونی پنهانی و شبانه در آن محل دفن نشده است. رضاییان به خبرگزاری مهر گفت این مطالب شایعاتی بیش نیست و نباید به آن استناد کرد. وی وجود قبرهای دست جمعی در بهشت زهرا را نیز تکذیب کرد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز دیروز در واکنش به انتشار این خبر گفت خاکسپاری پنهانی آن هم بدون نام و نشان فقط یک شوخی است. مگر ممکن است کسی را بدون نام و نشان دفن کنند؟ فرهاد تجری نماینده عضو کمیته ویژه بررسی حوادث اخیر نیز دیروز خبر دفن پنهانی را تکذیب کرد. نوروز سایت رسمی جبهه مشارکت دیروز در واکنش به تکذیب این خبر دفن پنهانی با انتشار 44 شماره از قبور اجساد دفن شده در قطعه 302 بهشت زهرا اعلام کرد که 28 مورد از دفن اجساد مربوط به 21 تیر و 16 مورد مربوط به 24 تیر ماه بوده است. جبهه مشارکت همچنین اعلام کرد در روزهای آینده و در زمان مقتضی تصاویر و فیلم‌های دریافتی در مورد این واقعه را منتشر می‌کند. جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب که برخی از رهبران و اعضای آن در ناآرامی‌های اخیر ایران بازداشت شده‌اند، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، به اعترافگیری از بازداشت شدگان از طریق فشارهای روحی و جسمی اعتراض کرد. در اطلاعیه این حزب اعلام شده است که برخورد با زندانیان سیاسی شنیع، ضد شرعی، ضد قانونی و ضد اخلاقی بوده و زندانیان و به ویژه برخی از زنان بازداشت شده برای اعتراف ساختگی درباره مسائل اخلاقی تحت شکنجه قرار دارند. اعضای این تشکل تاکید کردند که بر اساس خبرهایی که به دست آوردند، بازجویی ها نه حول مسائل انتخابات و نه حوادث پس از آن و نه حتی حول فعالیت های سیاسی که صرفاً حول مسائل ایدئولوژیک دور می زند. نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و رسیدگی به نحوه بازداشت، بازجویی و چگونگی رفتار با این افراد در زمان بازداشت آنها شدند. پارلمان نیوز، سایت وابسته به فراکسیون خط امام مجلس، امروز گزارش داد که نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس هشتم برای همراه شدن با محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک به شدت تحت فشار قرار گرفتند. یک منبع نزدیک به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی به پارلمان نیوز گفته است که این فشارها در آستانه سفر احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد افزایش یافته است. وی دلیل این فشارها را مانور احمدی نژاد بر آزادی مذاهب در ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد. اقلیت‌های مذهبی شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ایران کلاً دارای 5 نماینده در مجلس هستند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. ایران دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com